نه نیست. اگه سوال میپرسیم میگم نیست. اگه بخوای خودتون خیلی چیزی که تا اینجا دیدیم این بود که اگر یک المان غیر خطی می داشتیم و این متصل به هر مدار دیگه ای بود، فرض کنین فعلا یک مدار خطی، این مدار رو می تونستم برای مدار خطیم یک معادل اینجوری ببینم و بعد المان غیر خطیم باید این مدار رو سیگنال بزرگ تحلیل کنم، لارج سیگنال تحلیل کنم و به یک VQ و به یک IQ برسم. جریان نقطه کار و ولتاژ نقطه کار اون المان غیر خطیم بود. و بعد اگر سیگنال کوچکی داشت این مدارم، VAT سیگنال کوچیکم، اون وقت ولتاژ سیگنال کوچیکی که دو سر این المان میافتاد و میتونستم رفتارش رو با یک معادل خطی شده اون المان غیر خطی تقریب بزنم و مثلا احتمالاً GSS این میشد روند I به روند V اون المان غیر خطی. مثلا در نقطه کار این کاری که انجام میدیم. حالا اینو برای یک دیود دیدیم و مسئله این بود که بتونم برای یک دیود جریان نقطه کار و ولتاژ نقطه کار به دست بیارم، یا به عبارت دیگه دیود رو بتونم سیگنال بزرگ تحلیلش کنم. اگر سیگنال بزرگ تحلیلش بتونم بکنم، بعد میدونم در سیگنال بزرگ اگه اینجوریه، توی سیگنال کوچیک میدونم که حتما میشه اینو با یه مقاومتی مدل کرد که بهش میگم آر دینامیکی دیودم، و آر دینامیکی دیودم نشون دادیم که میشه VAT ولتاژ ترمال که 25-26 میلی ولت در دمای اتاق هست تقسیم به جریان نقطه کار دیود. ولی قبلش باید جریان نقطه کار دیودو بدونم. برای که جریان نقطه کار دیودو بدونم، مجبورم مثلا بشینم یک رابطه اینجوری غیر خطی حل کنم. و بعد این رابطه غیر خطی دیدیم که میتونیم باز خود این رابطه غیر خطی رو تقریب های مختلفی براش بزنیم. رابطه غیر خطی یه شکل این شکلی. حالا اینکه چه تقریبی در کجا مناسبه رو دیگه باید تشخیص بدهید. مثلا در ولتاژ ویدی های مثبت، اگر این عدد مثبت باشه و به مراتب از VT بزرگتر باشه، به ازای VD های مثبت این خیلی شبیه این رفتار میکنه. و به ازای VD های منفی احتمالاً خیلی شبیه این رفتار میکنه. و این چیزی بود که تقریب زدیم. و بعد گفتم هر المان غیر خطی رو، این کلی تر بود، باز همین المان غیر خطی که بالا داشتیم میشد تقریب قطعه خطی بزنم. این رو هم میتونم تقریب قطعه خطی بزنم دیودم. مثلا یه تقریب قطعه خطی احتمالا مناسب این بود که اینو با یه خط اینجوری، یه خط موازی محور جریان که در وی گاما اینو قطع میکنه، و بقیهش رو چون جریان آیس خیلی کوچیکه با یک جریان صفر تقریب بزنم. و این قطعه خطی آبیم احتمالاً با تقریب خوبی رفتار دیود رو تقریب می‌زنه. این کاری بود که انجام دادیم و به یه سری نتیجه رسیدیم. یکی از نتایجی که رسیدیم، یک مشت مدارهایی رو تحلیل کردیم که احتمالاً اگه رابطه نمایی برای جریان ولتاژ می‌ذاشتیم، تحلیل کردنش کار آسونی نبود. این تکرار اون حرف هاست. من برای یک ولتاژ سیگنال کوچیک
که سوار شده روی یک ولتاژ سیگنال بزرگ تحلیل کردم. مدار رو اول روی سیگنال بزرگ تحلیل کردم، جریان نقطه کار رو به دست آوردم، از اون جریان نقطه کار معادل سیگنال کوچیک دیودم رو به دست آوردم و اینجوری بعد دیدیم تحلیل تقریب قطعی خطی زدن برای دیود میتونه آنالیز یک سری مدارها رو برای ما ساده کنه. مثلا مداری که اینجوری بود، مداری که دیود بین ورودی خروجی سری بود و بارم موازی بود به این شکل، یک مداری هست که ولتاژ اینجا رو یکسو میکنه و میذاره تو خروجی، به این معنی که ولتاژ هایی که مثبت هستن رو عبور میده، برای ولتاژ های مثبت ولتاژ ورودی خروجی برابره، برای ولتاژ های منفی این مدار ولتاژ خروجی صفره. و حالا اگر مثلا یه گاما هم در نظر میگرفتیم اینجوری بود، ولی به هر حال من هر شکلی که به ورودی میدادم تقریبا این شکل تو خروجی یکسو میشد. به این میگیم یکسو ساز نیم موج، چون نصف موج عبور میده نصف موج عبور نمیده. میتونستم یکسو ساز تمام موج بسازم، یعنی یک چیزی بسازم که اینجا اینجوری باشه اینجا هم اینجوری باشه، یعنی به ازای وین های مثبت وی اوت با وین برابر باشه، به ازای وین های منفی وی اوت من های وین بشه، یعنی این نیم سیکل دیگه این سیگنال رو هم اضافه کنه. حالا اونو جلوتر میبینیم چجوری میشه همچیز سا. به این معنی این مداری که اینجا ساختم فقط نیمه های مثبت سیگنال عبور میده و نیمه های منفی سیگنال عبور نمیده. این به درد این میخوره که از یه سیگنالی که متوسط صفر داره یه سیگنالی بسازم که متوسط غیر صفر داره. میتونستم ورودی رو شیفت بدم و حالا این سطحی که مقایسه میکنه که از زیر اون عبور میده، از بالاش از بالاتر از یه ولتاژ عبور نمیده، زیر یک ولتاژ رو عبور نمیده، میتونستم جابجا کنم هر چقدر دلم بخواد. بعد این مدارم آخرین چیزی که جلسه پیش دیدیم، این مدار دو تا دیود داره و گفتیم حالت کلیش چهار وضعیت مختلف برای دیودها میتونه پیش بیاد. تو این مدار یکی از وضعیت‌ها بدیهی بود که پیش نمیاد، سه وضعیت پیش میومد. بذار وضعیت اول که هر دوی دیودها خاموش باشن، رابطه جریان ولتاژ ورودی و خروجی رابطه خطی بود، یک شرطی هم داشت که ولتاژ ورودی بین منهای 5 و 5 باشه اگه بخواد تو این ناحیه باشه. بذار که یکی روشن باشه یکی خاموش، به دو ناحیه دیگه 2 و 3 میرسیدیم. تو این نواحی ولتاژ خروجی وصل میشد به یکی از این منابع 5 و منهای 5 و به این ترتیب مستقل از ولتاژ ورودی میشد. یه همچین مداری ساختم به ازای ولتاژ ورودی های مختلف. اگه ولتاژ ورودی تو یک محدوده‌ای باشه خروجی با ورودی برابره، و اگه بیشتر از یه محدوده‌ای باشه خروجی محدود میشه به یک عددی. به این مدار میگیم محدود کننده ولتاژ. من در واقع هر ورودی که بهش بدم، من اگه یک ورودی مثلا باز کنید محدوده 5 و منهای 5 هم بود، من اگه ورودی 1 V بر اساس زمان این شکلی بدم، این مثلا تا 10 و منهای 10 رفته، ولتاژ خروجی چه شکلی میشه؟ من اینو میتونم بچرخونم دوباره نقطه یابی کنم، ولی حالا بچرخونی نقطه یابی کنی، این تا وقتی که به 5 نرسیده ورودی خروجی رو دنبال میکنه، بعد تو 5 ثابت میشه، بعد میاد تا منهای 5 همینجوری. مجبورم روش دقیقا نکشم که پاک نشه، یه همچین شکلی میشه. خیر، یعنی همون مدار قبلی که یک سو ساز بود، فرض کنیم به جای باری که مقاومتی بود حالا یه بار خازنی بذارم، چه اتفاق میافت؟ من این شکل موج دیدم، مثلا اگه این شکل موج اگه مقاومت بود این شکلی میشد، این جایی که مثبت بود عبور میداد ورودی خروجی برابر بود، این جایی که منفی بود عبور نمیداد. الان حس میزنید به ازای این شکلی که اینجا دارم ولتاژ خروجی چه شکلی بشه؟ باز فرض کنید دیود رو برای سادگی دیود ایدئال در نظر میگیریم، یعنی رابطه جریان ولتاژ دیودم این شکلیه، یه گاما رو صفر میگیرم، یه ولتاژ روشن شدن خیلی کوچیکه این شکل، یک جای دیود روشنه یه جای دیود خاموش.
چه چیزایی راجع به این مدار میتونم بگم؟ یه چیزهایی رو با قطعیت میتونیم بگیم. این دیود جریانی که ازش میگذره جریان فقط مثبت ازش میگذره، درست؟ هیچ جریان منفی ازش نمیگذره، هیچ جریان اینوری از دیود نمیگذره، هیچ شاخه دیگه هم وجود نداره که جریان اینوری ازش. به عبارت دیگه ولتاژ این خازن چون فقط جریان مثبت ازش میگذره، از این مثبته اگه انتگرال بگیرم ولتاژ خازن فقط میتونه چی بشه؟ بزرگ بشه، هیچ وقت نمیتونه کوچیک بشه، درست؟ چون اگه این ولتاژ اینجا بخواد کوچیک بشه باید یک جریان اینوری ازش بگذره. اگه پولاریتر هم میگه جریان اینوری، اینوری که راه نداره، اگه مقاومت میداشت راهی داشت برای عبور جریان، این برام که جریان اینوری نمیتونه بگذره. فعلا فرض کنید دیود رو ایدئال گرفتم، دیود اگه واقعی بود یک جریان منفی جریان اشباه منکوس دیود ازش میگذشت، درست؟ ولی فعلا با این دیود ایدئال، اگه دیود ایدئال بگم این جریان حتما مثبته و ولتاژ خروجی حتما زیاد شونده است. این جریان دیودم که با جریان خازن برابر، هیچ نود دیگه ای ندارم، جریان دیود فقط مثبته. اگه دیود ایدئال بگیرم مستقل از هر تو هر وضعیتی که قرارش بدم جریان فقط مثبت میتونه دیود داشته باشه، هر دیودی که تقریبا اینجوری ایدئال بزنم. و چون این جریان مثبته، حالا انتگرال میگیرم، فرض کنید از هر ولتاژ اولیه که شروع کنم، ولتاژ اولیه رو فرض کنید صفر میگیرم، وی آت میشه 1/3 انتگرال آی دی که آی سی هم هست دی تی. حالا این چون عدد مثبتیه این انتگرال هم حتما مثبته و وی آت حتما داره بزرگ میشه. تو هر بازه‌ای که انتگرال بگیرم از زمان قبلیش فقط میتونه بزرگتر باشه. خیلی خوب، حالا با دونستن این میتونین حدس بزنین چه جوریه. یک جایی هم که دیود روشنه، اون جایی که دیود روشنه ولتاژ ورودی خروجی حتما چیه؟ برابر. مثلا چون جریان منفی شده حتما پس دیود خاموش بوده. من یک رابطه دارم و یک شرط دارم، برای که تو ناحیه آن باشم همیشه نیستم، شرط داره، شرط آی دی مثبت، و برای که تو این ناحیه باشم یک شرط داره، شرط وی دی منفی. اگر فرض کنم تو این ناحیه‌ام و شرطم رو نقض کنه حتما تو اون یکی دیگه بودم، درست؟ تو مدارهای دیودی هم همین کار میکنیم، مثلا فرض میکنیم تو N وضعیت هم اگر شرط همون نقض کنه یه وضعیت دیگه. جریان رو نگفتم سعودیه، گفتم ولتاژ سعودیه. جریان یا مثبته یا صفره، عدد منفی نیست، جریان رو نگفتم، ولی ولتاژ هر لحظه از زمان از ولتاژ لحظه قبلش یا بزرگتره یا مساویه، درست؟ اینو راجع به ولتاژ میدونم، ولی جریان نه، جریان میتونه کم و زیاد بشه، ولی جریان فقط منفی نمیتونه بشه. خیلی خب، فرض کنید برای این شکل اولی که نسبتاً ساده تره، همون شکلی که براش اینجا مقاومت بود کشیدیم، ببینید چه اتفاق میفته. فرض کنید برای زمانهای زیاد این ولتاژ صفر بوده، این ولتاژ هم صفر بوده، این دیوده تو این نقطه است، میتونم بگم تقاطع روشن خاموشه، فرض کنید فعلا بگیم خاموشه، خیلی فرق نمیکنه، دیوده بر مدت خاموشه، تو این لحظه خاص ولتاژ اینجا صفره، چون خازنه ولتاژش از اول صفر بوده، ولتاژ اینجا مثلا میشه منهای یک ولت، ولتاژ دو سر دیود هم میشه چقدر؟ منهای یک ولت. دیود چیه؟ خاموشه، چون خاموشه جریان از خازن نمیگذرونه، ولتاژ دو سر خازن رو عوض نمیکنه. تو لحظه صفر مثبت چه اتفاق میفته؟ ولتاژ اینجا صفره، صفر نیست هنوز، یه اپسیلون قبل صفر مثبت، ولتاژ اینجا چقدره؟ دو ولته مثلا، پریده به دو ولت. اگه اینجا دو ولت باشه اینجا صفر باشه پس حتما دیود چیه؟ روشن شده. چه جریانی ازش میگذره؟ جریان خیلی بزرگ. چرا؟
چون جواب مدار اینه که این وقتی روشن شه ولتاژ اینجا و اینجا یکی میشن، ولتاژ اینجا از صفر باید یک دفعه بپره به چی؟ به 2 ولت. باید جریان خیلی بزرگ اینوری بگذره که مشکلی هم وجود نداره. اگه دیود ایدئال بگیرم جریان خیلی بزرگی میتونه ازش بگذره. حالا تو دیود واقعی اینجوری نیست، به هر حال رابطه هم این شکلیه. یعنی برای که جریان بی‌نهایت بزرگ بخواد بگذره باید ولتاژ بی‌نهایت بزرگی هم دوستش بشه، ولی فعلا چون رابطه نماییه تقریبا بدی هم نیست. یعنی به ازای یک ولتاژ قابل توجهی جریان خیلی 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 بزرگی میتونه بگیره. خیلی به این ترتیب ولتاژ دو سر خازن هم اینجا میپره به 2 ولت و بعد اگر هر تغییراتی ایجاد بشه دوباره مثل اینکه مبدا پتانسیل رو جابجا کردم، هر اتفاقی دیگه زیر 2 ولت بیفته اصلا این دیود روشن نمیشه. درست؟ چون ولتاژ اینجا به 2 ولت شارژ شده و هیچ وقت کمتر از 2 ولت نمیشه، مگر دیود فقط وقتی روشن میشه که ولتاژ اینجا از 2 ولت بتونه بیاد بالاتر. دوباره مثل وضعیت اولی که اینجا شروع کردیم و دوباره هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه ولتاژ ورودی از 2 ولت بیشتر بشه و مثلا اینجا 3 ولت شده و خازن ولتاژ 3 ولت رو نگه میداره و دوباره هیچ اتفاقی برای دیود نمیفته، یعنی همیشه خاموش خواهد بود مگر اینکه دوباره ولتاژ ورودی از ولتاژ خازن بزرگتر بشه که دیود رو روشن کنه. و اگر بخوام ولتاژ خروجی رو بکشم اینجوری میشه. ولتاژ خروجی همیشه چی رو دنبال میکنه؟ پیک ولتاژ ورودی رو. برای این به این مدار این شکلی میگیم پیک دیتکتور. در واقع این توی ورودی تمام رادیوهای AM یه همچین چیزی وجود داره. شما ماجولیشن AM اینه که اطلاعاتون رو تو دامنه سیگنال ذخیره میکنید و اگه بتونید دوباره دامنه سیگنال رو استخراج کنید در واقع اطلاعات رو استخراج کردید. مثلا صدا رو تو دامنه سیگنال ذخیره میکنید. این مداری هست که دامنه یک سیگنال رو به من میده یا پیک یک سیگنال رو به من میده. اگر جریان دیود رو بخوام همزمان رصد کنم، دیود فقط لحظات بسیار کوچکی روشنه تو این زمان، تو این زمان، تو این زمان، در این مدار که اینجا کشیدم. و جریان هم جریان چیه؟ ضربه است. مثلا اینجا 2 ضربه است، اینجا 1 ضربه است، اینجا 1 ضربه است، یه جوری که با اندازه خازن 1 مثلا. حالا فرض کن و اگر از این جریان انتگرال بگیرم در واقع بار خازن رو بهم میده و رابطه بار خازن و ولتاژ خازن هم خطیه. این بدیهی از این رابطه بالا بدیهی. حالا فرض کن این شکل سیگنال هم اینجوری باشه. الان شکل ولتاژ خروجی چی میشه؟ این شکل ولتاژ ورودیه. فرض کن دوباره تا اینجا دیود خاموشه، اینجا جایی که دیود روشن میشه، یعنی فرض کنید اگه فرض کنم اینجا صفره ولتاژ اینجا دیود روشن میشه. وقتی دیود روشن میشه ولتاژ ورودی خروجی برابره، تمام این مدت ولتاژ ورودی خروجی برابره و بعد چه اتفاق میفته؟ دوباره ولتاژ این ور از این ور بزرگتر میشه، این ور هم که ولتاژش عوض نمیکنه و ولتاژ خروجی مقدار ثابت میمونه تا دوباره یه اتفاق دیگه بیفته، ورودی از خروجی بزرگتر بشه، دوباره ثابت میمونه. دوباره من تو تمام این اینجاها من ولتاژ خروجی داره تغییر میکنه تو این بازه‌های تو این بازه‌هایی که اینجا خط کشیدم. وقتی ولتاژ ورودیم داره تغییر ولتاژ خروجیم داره تغییر میکنه، به این معنیه که داره از خازنم جریان رد میشه، به این معنیه که داره از دیودم جریان رد میشه و تنها بازه‌هایی که داره دیودم روشنه ازش جریان رد میشه اینه. من حالا اگر از این رابطه ولتاژ جریان مشتق بگیرم ضرب در اندازه خازن کنم، چی رو بهم میده؟ جریان خازن یا جریان دیود رو بهم میده. من اگه بخوام رو همین منحنی ولتاژ خروجی رو رصد کنم اینجوریه و از این منحنی اگر مشتق بگیرم بهم چی رو میده؟ اگر از ولتاژ خروجی مشتق بگیرم ضرب در سی کنم، جریان خازن رو بهم میده که جریان خازن با جریان دیود یکیه توی این مدار. یه همچین شکلی میشه. درست؟ حالا فرض کنید درست نقاشی کشیدم، یعنی مثلا اینجا مشتق صفر شده، اینجا از یه مشتق کمی شروع شده مثلا نزدیک صفر بعد زیاد شده، اینجا هم تقریبا مشتق ثابت بوده. حالا یه نکاتی راجع به نقاشی کشیدن هم میتونم بگم که وقتی از جریان دیود یا جریان خازن مشتق میگیرم، انتگرال میگیرم از اینجا تا اینجا یا سطح زیر این منحنی رو حساب میکنم، این به چی ربط داره؟ سطح زیر این منحنی به یک چیزی تو منحنی بالایی ربط داره.
اگر از جریان انتگرال بگیرم تقسیم به سی بکنم میشه چی؟ ولتاژ. یعنی سطح زیر این منحنی چی باید باشه؟ کیو برابر اختلاف این ولتاژ ها باید باشه. سی برابر باشه. و سطح زیر این منحنی باید سی برابر اختلاف این دوتا ولتاژ باشه و سطح زیر این منحنی باید سی برابر اختلاف این دوتا ولتاژی که اینجا کشیده باشه. این تنها نکته ای هست که تو نقاشی کشیدن هم باید رعایت کنم. یه جوری باید بکشم که سطح زیرش به اختلاف این ولتاژ ربط داشته باشه، خودش هم که شی به این خط باشه. اگه اینجوری باشه تقریبا نقاشی درستی کشیده. خیلی خوب. وقتی دیودو گفتم که این دیود اگر ولتاژ معکوس بزرگ و بزرگ و بزرگتری بهش اعمال کنین، به هر حال یک جایی شروع میکنه شکستن. بهش میگه ولتاژ بریک داون دیود، ولتاژ شکست دیود. و بعد دیودهایی هستن که ولتاژ شکستشون عدد خاصیه و این عدد خاص عددیه که نسبتاً به پارامترهای محیطی ربط نداره، یعنی تابعیتش از دما کمه، نه که نیست، سعی میکنن کم باشه، یعنی هرچی کمتر باشه احتمالاً بهتر. به دیودهایی که اینجوری هستن، به دیودهایی که خیلی هم معمولاً تو ولتاژهای پایین میشکنن، نه خیلی بالا، بهشون میگیم زنر دیود. زنر دیود، این زنر دیودها به ولتاژ شکستشون هم میگیم ولتاژ زنر. و توی دیتا شیت این دیودها، چون معمولا این دیودها رو به جایی که توی این ناحیه استفاده کنیم، دیودهای معمولی رو توی این ناحیه استفاده میکنیم، یعنی به عنوان یک سوساز ازشون معمولا استفاده میکنیم. این دیود زنرها رو معمولا توی این ناحیه استفاده میکنیم و به عنوان یک ولتاژ مرجع ازشون استفاده میکنیم. یعنی مطمئنم اگه جریان منفی ازش بگذرونم، اون وقت ولتاژ دوسرش مثلا یه عدد خاصه، برای همین اون عدد خاص رو میتونم عنوان رفرنس ولتاژ، هر جور رفرنس ولتاژ لازم دارم استفاده کنم. به این دلیل احتمالا تو مشخصشون، تو دیتا شیتشون یک سری رابطه مربوط به مشخصه این خط شکست وجود داره. خب دیود معمولی احتمالا مهمترین مشخصه‌ای که داره همین آیاسه، یعنی تو دیتا شیتش بردارین آیاسه، بعد احتمالا نوشته که ولتاژ شکستش چیه، که خیلی فقط برای مهمه که نزدیک ولتاژ شکستش نشیم تا به عنوان یک سوساز استفاده کنیم. و مثلا اینکه تا چه دمایی کار میکنه، تا چه توانی تحمل میکنه. ولی دیود زنر احتمالاً بجز این عددها چند تا عدد دیگه داره. عدد مهم مشخصش اینه که تو چه ولتاژی میشکنه، مثلا دیود زنر 3.3 ولتی. و این خطی که اینجا میبینید شبیه بقیه خطهای دنیا دوباره هیچ چیز ایدئال نیست، یعنی این خط اگر موازی محور جریان بود اتفاق خیلی خوبی میافتاد، به این معنی که مستقل از این که جریان معکوسی که از دیود میگذره چیه، ولتاژ دو سرش دقیقاً فیکس شده یه ولتاژ ثابتی، ولی اینجوری نیست. به هر حال این خط هم دقیقاً دقیق موازی محور نیست، ولی با تقریب خوبی موازیه. برمی یه شیبی داره که به عکس شیبش میگم مقاومت زنر تو این ناحیه. و برای که دقیقاً تو این ناحیه قرار بگم، این یه جایی این منحنی خیلی خط نیست، برای که مطمئن شم روی ناحیه خطش قرار گرفتم، روی ناحیه که شیبش دقیقاً یک روی آرزیه، یک جریان مینیمومی دارم، یه جریان ماکسیمومی هم دارم. جریان ماکسیمومی برای که دیود دیگه نسازه، یعنی توانی که دو سرش تلف بشه از یه حدی بیشتر میشه که احتمالاً کار خوبی نیست. این مشخصه ها، این 4 تا عدد VZ، RZ، آی مینیمم و آی ماکسیمم، 4 تا مشخصه مهمه. برای که مطمئن شم دیود تو ناحیه ولتاژ شکستش هست، باید جریان معکوسی که ازش میگذرونم از آی مینیمم بزرگتر باشه. و برای که نسوزه از یه حدی هم باید کوچکتر باشه. و احتمالاً اگر اینجوری بود، اگر یه جریانی با این شرایط از این دیود میگذروندم، اگه یک آی از این دیود میگذرونم به این ترتیب که این آی از آی مین بزرگتر بود و از آی مکس هم کوچکتر بود، احتمالاً با تقریب خوبی این ولتاژ این دو سر ویزی بود. و حالا اگر یک سیگنال کوچکی هم روی این سوار بود، میتونستم تقریباً بگم حالا
این ویزی رو بهم میده و این سیگنال کوچیکه بهم میده که تغییرات این جریان منتهی به تغییرات چه ولتاژ کوچکی اینجا میشه. در واقع مقاومت سیگنال کوچیکم رو بهم میده و این تو سیگنال بزرگ اینو میتونم تحلیل کنم با یک ولتاژ ویزی. درست؟ شبیه بقیه المان‌های غیر خطی که داشتیم. اینجا چون خود غیر خطیش خیلی رفتار شبیه خطه، در واقع همون معادله تو دیتا شیت، در واقع معادله معادل خطی شده این رفتار این المان غیر خطی رو تو ناحیه خطی به میده. و به این ترتیب لازم نیست که شبیه دیود که مقاومت رو آن بودنش رو تو نقطه کار حساب می‌کردیم، یعنی چه کاری انجام بدیم. جز مشخصهای دیود زنر هم مقاومت دینامیکیش هست. خیلی خوب. به این ترتیب زنر دیود اگر تو ناحیه کار کنه، معادله همچین چیزیه. معادله یک ولتاژ ویزیه که سریه با یک مقاومت نسبتاً کوچک. حالا هر چقدر این کوچکتر باشه احتمالاً زنر دیود هم زنر دیود بهتری. سوالی هست؟ نه، من اگر به عنوان رفرنس ولتاژ بخوام استفاده کنم، چون پتانسیل شبیه بقیه پتانسیل ها مرجعی ندارد، خب هر جا رو میتونم مرجع پتانسیل بیان. حالا فرض کنید که شما توی یک مداری لازم دارین ولتاژ یه ولتاژی بسازین، مثلا ولتاژ 5 ولت رو میخواین بسازین. این 5 ولت رو باید از روی یک مرجعی بسازین، یعنی یکی بهتون بگه آقا این الان 2 ولته. اگر بدونین یک چیزی 2 ولته، بعد میتونین احتمالاً برین ضرب در یه عددی کنین ازش 5 بسازین. خیلی وقتا لازم داریم. حالا فرض کنید من لازم دارم یک ولتاژی بسازم که مستقل از بقیه دنیا مثلا n ولت باشه. اینو میتونم اینجوری بسازم. یعنی اگه یک مداری داشته باشم که مشخصش اینجوری باشه و این ویزی تابع چیزهای دیگه‌ای نباشه، فقط بدونم اگر تو این ناحیه باشم، یعنی اگه یک جریان انقدی مثلا ازش بگذرونم، با تقریب خوبی ولتاژ دو سرش ثابته و یک عدد ثابت. هر جوری. مثلا یک منبع ولت جریان ساختم، اینجوری میزنم. از یک منبع ولتاژی که نمیدونم چقدره، یک منبع ولتاژی که میدونم چقدره ساختم. درست؟ فقط کافیه یه عدد بزرگی باشه. این عدد مثلا 10 ولت باشه، این مقاومت هم یک جوری باشه که جریانی که از این میگذره مطمئنش هم از آی مینیمم بزرگتر. و حالا باید یه جوری باشه از آی مکس. فعلا فرض کنید آی مکس عدد خیلی بزرگیه. این حتما یک جریان اینوری ازش میگذرونه و اگر جریان اینوری ازش بگذرونه، ولتاژ اینجا رو مطمئنم یه عدد فیکسیه. این مستقل از اینه. این 10 اگه بشه 15 بشه 8 تغییرم بکنه، ولتاژ اینجا ثابت. تغییرم بکنه به این معنی که جریان اینجا داره کم و زیاد میشه. ولی من روی این خط هستم. تا وقتی که من روی این خط هستم میتونم قسم بخورم که ولتاژ اون دو سر همین ویزیه. و این اتفاق مهمیه. یعنی یک مرجع ولتاژ داریم، از این مرجع ولتاژ میتونیم استفاده های حالا بعد میبینیم. یه استفاده خیلی مهمش توی همین منابع تغذیه است. فرض کنید که من یه ولتاژی دارم. چی؟ پایینی؟ خب آره. اگر تو ناحیه بود خب شاید نمیتونیم که بیاد بود. ولتاژ این که ثابته، جریان این هم که معلومه. ولتاژ دو سر این به دست من، ولتاژ این دو سر رو میخوام. نه، اگه بگم ولتاژ دو سر دیود زنر چیه، میشه ویزی به اضافه مثلا آرزی آیی که ازش گذاشت، میشه ولتاژ دو سر دیود زنر تو اینا. درست؟ خیلی خب، برمیگردم به همون مسئله که گفتم. فرض کنید یک ولتاژی داریم که اسمشو میذارم ولتاژ رگوله نشده. حالا میگم این یعنی چی.
من زنر دیود رو میتونم به عنوان رفرنس ولتاژ استفاده کنم، یه مصرف دیگه‌ای که داره به عنوان رگولاتور ولتاژ استفاده کنم، یعنی یک ولتاژی که تغییراتش زیاده ازش یک ولتاژی بسازم که تغییراتش خیلی کمه. فرض کنید شما دوباره این جلوتر نشون میدم، از برق شهر، برق شهر از یه ترانس رد میکنین، بعد از یک مدار یک سوساز رد میکنین، یک ولتاژی میشه که این شکلیه، رگوله نشده است، یک ولتاژی بین 0 و 10 ولت های بالا پایین میره. حالا خازنم بذارین یک کمی فیلتر میشه، مثلا بین منهای 5 تا 15 داره کم و زیاد میشه، منهای 5 تا 10 اگر پیک ولتاژ 10، و بعد ازش میخوان یک مدار یک تغذیه مثلا 3 و 3 دهمی بسازین، یه جوری که بدین مثلا به آیپادت. برای همین میرین یک زنر 3 و 3 دهمی برمیدارین و از اون ولتاژی که داره بالا پایین میره، اگه همینجوری مستقیم وصل کنین به آیپادتون احتمالاً میسوزه، یک ولتاژی میسازین که حالا با تقریب خوبی داره عوض نمیشه و حالا میتونین وصل کنین به آیپاد. این در واقع طبقه خروجی اکثر مدارات تغذیه یه ساختار اینجوریه، یعنی یک ولتاژ رگوله نشده اول میسازن، این محصول مثلا یک سو کردن یک ولتاژ برق شهر بوده، یه چیزی بوده، و اینو میدن به همچین مداری. این همچین مداری باعث میشه که ولتاژ این ور رگوله بشه یا فیکس بشه با تقریبه. حالا بذارید ببینیم این یعنی چی. فرض کنید که ولتاژ ورودی همچین شکل داشته باشه، یه ولتاژی که هول و هوش یک مقداری که قرار بوده میره بالا پایین. من ادعا میکنم که ولتاژ اینجا تغییراتش خیلی خیلی کمه. مشخصه زنر دیود هم میدونم این شکلیه. کافیه این ولتاژی که اینجا هست، ماکسیموم و مینیمومش به اندازه‌ای باشه که جریانی که از زنر دیود میگذره توی این ناحیه قرار بگیره. به چه معنی؟ کمترین ولتاژی که توی ورودی دارم متناظر با چیه؟ کمترین جریانی که از این میگذره. فرض کنم این ولتاژ 2 سر VZ هست. اگه این ولتاژ 2 سر VZ باشه، کمترین ولتاژ اینجا باعث کمترین جریان این میشه و باعث کمترین جریان این، کمترین جریان باید از این آی مین چی باشه؟ بزرگتر باشه. اگر اینجوری بود حتما روی خط هست. و وقتی بیشترین ولتاژ تو ورودی دارم متناظر بیشترین جریانی که از این رد میشه، و این بیشترین جریان از این حدی که دیودمو میسوزونه نباید بزرگتر باشه. اگه این دو تا شرط برقرار باشه که فرض کنین برقرار هست، حالا چه اتفاق میفته؟ من روی این خط هستم، همیشه روی این خط هم. وقتی همیشه روی این خطم، ولتاژ این دو سر تقریبا ویزیه، یک کمی کم و زیاد میشه. من اگه زوم کنم منحنی این شکلیه ویزیه، بعد زوم میکنیم اینجا، مثلا اینجا رو بزرگتر میکنم، این شکلیه، یک خط کشیبش یه یک روی آرزی، مثلا اینجا زوم کرد، و تغییرات ولتاژ ورودی باعث میشه که جریان بین این مقدار و این مقدار مثلا عوض شه. جریان آی به ازای این نقطه است، مثلا اسمش رو بذارم آی چی؟ آی یک، و به ازای این نقطه که بیشترین ولتاژ دارم یک جریان دیگه میرسم آی دو. من میتونم وی یک و وی دو رو حساب کنم و تغییرات ولتاژ ورودی رو ربطش بدم به تغییرات ولتاژ خروجی. من اگه ولتاژ ورودی به اندازه دلتا وی آی عوض میشد، ولتاژ خروجی به اندازه دلتا وی او عوض میشه، و این نسبت رو میتونم حساب کنم. دلتا وی او به دلتا وی آی میشه چی؟ من به جای این خطه میتونم چی بذارم؟ تو سیگنال کوچیک میتونم یه مقاومت آرزی بذارم، قبول دارین؟ اونم که مقاومت آره، یعنی به ازای سیگنال کوچیک، یعنی اگه دلتا وی آی رو بذارم تو ورودی، مقاومت هم که خودشه، به جای زنر چی میتونم بذارم؟ مقاومت آرزی میتونم بذارم. حالا دلتا وی او چه ربطی داره به دلتا وی آی؟ آرزی تقسیم به آرزی به اضافه آره. حالا چرا سعی می‌کردیم زنر دیودی داشته باشیم که آرزیش کم باشه؟ به این دلیل که هر چی آرزی کوچکتر باشه، این نسبته چی میشه؟ کوچکتر میشه. یا به عبارت دیگه هر چی نسبت آرزی به آر کوچکتر باشه. حالا چرا آر رو نمیتونم برم بی‌نهایت بزرگ بذارم؟ چی؟
اگه آرو بی‌نهایت بزرگ بذارم و نخوام اون شرط برقرار بشه، باید اختلاف ولتاژ اینجا و اینجا خیلی زیاد باشه. مثلا اگه بخوام ولتاژ 5 ولت بسازم با همون آی مینیمم میتونم بذارم حساب کنم، باید ولتاژ ورودی مثلا 100 ولت باشه. درست؟ یعنی یک ولتاژ هول و هوش 100 ولت مثلا یه چند ولت بره بالا پایین احتمالاً خوب نیست. یعنی مداری درست کردم که کلی توان تلف می‌کنه. به ازای جریان ضرب در مقاومتی که از این میگذره من دارم توان تلف میکنم و احتمالا خوب نیست. خیلی خوب، به این ترتیب من تو سیگنال بزرگ میتونم اینجوری تحلیل کنم بگم تقریبا ولتاژ خروجی ویزیه. درست؟ این تحلیل سیگنال بزرگم. ولی تو سیگنال کوچیک میتونم بگم تقریبا تغییرات سیگنال کوچیک ورودی به صورت خطی به تغییرات سیگنال کوچیک خروجی ربط پیدا میکنه. و حالا اگه نقاشی خروجی رو بخوام بکشم چی میشه؟ چون سیگنال کوچیک و خطی گرفتم، شکل تغییرات ورودی و شکل تغییرات خروجی یکیه. یعنی هر شکلی که اینجا دارم همون شکل رو باید اینجا بکشم، فقط جمعش کنم. به چند اندازه جمعش کنم؟ به این اندازه. به نسبت دامنه تغییرات، به این دامنه تغییرات به نسبت آرزی به آر. حالا معمولاً این آرزی خودش از آر کوچکتره، میشه تقریباً آرزی به آر. مثلا این 100 برابر کوچکتر از این باشه، من تغییرات ولتاژ ورودی رو به تغییرات ولتاژ خروجی، تغییرات ولتاژ خروجی رو نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی به اندازه 1/100 کاهش دادم. حالا یه سری اسم میذارن به این پیک تو پیک تغییرات ولتاژ خروجی، میگن ریپل پیک تو پیک ورودی یا خروجی هر چیزی. فرض کنید یه شکل اینجوری دارم، به این پیک تا این پیک میگم ولتاژ ریپل ولتاژ. این البته چیزی که اینجا کشیدم پیک تو پیک ریپل ولتاژ، و من ریپل ولتاژ رو میتونم به این ترتیب با این مدار رگولاتورم کم کنم. یعنی اگر تغییرات مثلا n ولت داشتم میتونستم این n رو مثلا به اندازه آرزی به آر کم کنم. اینجا سوالی هست؟ خب این لارج سیگنال هم بود. یعنی اگر خیلی بزرگ بگیرم تغییرات رو، تقریبا خروجی مقدار ثابتی داره اگه از اسمال سیگنال صرف نظر کنم. خب تقریبا ولتاژ، حالا هول و هوش این مقدار ثابت داره مقداری عوض میشه. این مقداری که عوض میشه رو با سیگنال کوچیک ربط دادم به سیگنال کوچیک تغییرات ورودی. چی؟ ریپل رو کم کردم، یعنی این دلتا وی او به دلتا وی آی کم کردم. ولی این نسبت سیگنال بزرگه که خود زنر هم تعیین میکنه. مثلا زنر 3.3 اگه گذاشته بودم اینجا، این 3.3 بود. اگه زنر 5 ولتی گذاشته بودم، این 5 ولت بود. شکل اینو سعی کردم شکل همینجوری، مثلا این شکلی رفته بود. مثلا اینجا اگه مثلثی بود، اینم مثلثی بود. منظورم اینجا اگه سینوسی بود، اینم سینوسی بود. آره تو همین ناحیه بمونه. آره برای همین گفتم که این جریانی که به ازای این نقطه حساب میکنم بعد از آی مین بزرگتر باشه، و جریانی که به ازای این نقطه حساب میکنم بعد از آی مکس کوچیکتر باشه. اگه این باشه هست، با این فرض بعد رفتم این مدل رو گذاشتم. مثلا این جریانی که گذاشتم از این مینیمم و ماکسیمم، این کمترین جریان از آی مین بزرگتر بود و بیشترین جریان از آی مکس کوچیکتر. آره دیگه، چون ولتاژ این ور رو تقریبا دارم، ویزی ثابته، ولتاژ اینجا داره عوض میشه. ولتاژ اینجا رو یه دفعه بیشترین مقدار میذارم، یه دفعه کمترین مقدار، بیشترین و کمترین جریانی که از زنر میگذره به دست میاد. درست؟ ولتاژ اینجا تقریبا ثابته. اگه با فرض اینکه روی این خط هستم، ولتاژ دو سر زنر تقریبا ثابته. اگر بپرسن ریپل چقدره، نمیتونم بگم ثابت بود، ریپل صفر بود. خب ولی وقتی دارم جریان رو حساب میکنم، تقریبا میتونم فرض کنم ثابت.
اگه تو اون بازه نبود اصلا یه کار دیگه میکنه، یعنی کار رگولاتور رو برام انجام نمیده. اگه بخوام رگولاتور باشه، یعنی ولتاژش ثابت باشه مستقل از ولتاژ ورودی، معنی رگولاتور مجبورم تو اون ناحیه باشه، یعنی باید اینجوری طراحی کنم مدارو. چی؟ آره حالا میبینیم، یه مثال عددی هم خازن این کارو نمیکنه، خازن فیلتره، رگولاتور نیست. چی؟ حالا میبینیم دوتا معادل هم نیستن، یکی یک کاری میکنه یکی یک کاری دیگه میکنه، دوتا مثلا سیب و پرتقال هم اینجوری. خب کدوم بهتره؟ حالا میبینیم هر کدوم یک کاری برای خودش میکنه. خازن رو تو قبلی دیدیم، اگه یه دیود داشتم یه خازن چیکار میکرد؟ پیکو دیتکت میکرد مثلا. خازن یک المانیه که به حافظه ربط داره، برای این پیکو دیتکت. این هیچ چیزی از حافظه توش وجود نداره مثلا، همون لحظه به همون لحظه ربط داره، ولی خازن چون پیکو دیتکت میکرد به به قبلم ربط داشت، یعنی بیشترین اندازه ولتاژ رو دیتکت میکرد. یعنی اگه ولتاژ کم و زیاد میشد اینجا میگفت که من پیکت یک زمانی اگه یه چیزی بوده من همون پیک رو نگه میدارم. به هر حال این که المان حافظه داری هست خازن، حتما رفتارش نمیشه مقایسه کرد با یک المانی که حافظه نداره. خیلی حالا اون مسئله خیلی تخیلی بود، مسئله واقعی فرضاً شما همین رگولاتور و ولتاژی که ساختین از این برق شر یکسو کردین، بعد مثلا ولتاژ هر چقدر ساختین به اندازه تغذیه آیپادتون، بعد یه دفعه بهش آیپاد میزنین، یه دفعه بهش مثلا چه میدونم MP3 پلیرتون میزنین، یه دفعه چیزهای مختلفی میزنین که شارژه، و بعد بارتون متغیره، مثلا آیپادتون شبیه یک مقاومت چه میدونم 1 کیلو اوهمی عمل میکنه، اون یکی شبیه 2 کیلو اوهمی، و بعد میخواین که نمیخواین فقط این شارژر آیپاد باشه، میخواین شارژر N تا چیز مختلف باشه و هنوز کار کنه، یعنی به ازای یک بار متغیر بتونه کار کنه. اگر بپرسم این مدار به ازای چه بارهایی کار میکنه، میتونیم بگیم که به ازای چه بارهایی، به ازای بارهایی کار میکنه که جریانی که از زنر میگذره تو همین محدوده آیومینو آیمکس باشه. میتونین اینجوری هوشمندانه جواب بدین، اگه اینجوری جواب بدین احتمالاً نمره نمیارین تو امتحان، ولی یعنی باید بشینین حساب کنین به ازای چه جریان‌هایی اتفاق میفته. شبیه رئیسا جواب ندید، شبیه کارگرا باید جواب بدین، باید جواب آخر بدین. ولی جواب رئیسیش اینه که به هر حال این محدوده این میتونه تغییر کنه که جریان این تو این بازه بمونه، تو این بازه بمونه، یعنی ولتاژ این دو سر اگه فیکس باشه همین وی زی تقریبا باشه مدار داره درست میکنه. حالا میتونم اگه عدد و رقم داشتم که تغییرات ولتاژ ورودی تو چه بازه‌ای بود، این مقاومته چه عددی بود، این زنر دیوده چه عددی بود، اون وقت میتونم حساب کنم مثلا به ازای چه بازه‌ای تغییرات بارم این اتفاق میافتاد، یعنی روی این خط میموندم. حالا بذارید فرض کنید که من میخوام این مدارم یه جوری کار کنه که وقتی باز هست، وقتی هیچ چیزی بهش وصل نکردم، زنرم نسوزه. احتمالاً این بیشترین جریان داره از زنر میگذره، درست؟ وقتی هیچ باری وصل نکردم احتمالاً داره بیشترین جریان از زنر میگذره و میخوام نسوزه. یعنی شما میتونید یه تغذیه بدین ولی بگین که اگر به بار نبندی میسوزه، یعنی حتما باید یه چیزی بهش ببندی، اتفاق خوبی نیست. و بعد میخوام حساب کنم که کمترین باری که میتونم بهش ببندم چیه، یعنی مثلا این اگر شارژری که ساختم آیپادو شارژ میکنه، آیا مثلا لپتاپم شارژ میکنه یا نه، تا کجا میتونم بارمو کم کنم به جریان بار زیاد. خیلی خب فعلا فرض کنید تو این وضعیت، من دوباره مدار بررسی میکنم، تو این وضعیت که احتمالاً بیشترین جریانی است که از زنر میگذره به ازای کمترین جریان بار، بیشترین جریان از خود دیود میگذره، من این بیشترین جریان میخوام از این آی مکس کوچکتر باشه، و بیشترین جریان به ازای چه مقدار ولتاژ ورودی اتفاق میفته؟ بدترین بیشترین جریان، اینجوری بگم بیشترین ولتاژ، یعنی
وقتی ولتاژ ورودی هم داره عوض میشه، جریان زنر دیود هم داره عوض میشه. ولی توی نقطه‌ای هست که داره بیشترین جریان از زنر دیود میگذره. اگر به ازای این نقطه زنر دیود نسوزه، به ازای نقاط دیگه هم نمیسوزه. قبول دارین؟ پس میرم به ازای این بیشترین ولتاژی که تو ورودی دارم، حالا من های ویزی میکنم که این جریانه به دست بیاد، تقسیم به آر میکنم. این جریانه باید از آی مکس کوچیک‌تر بشه. خب اونو که مثلا یک صدم داره عوض میشه، یک هزارم داره عوض میشه. درست؟ من تو اسلاید قبلی گفتم به همین دلیل وقتی داریم تحلیل سیگنال بزرگ میکنیم این تقریبا ثابته، ولی بعداً میدونم که روی این سیگنال بزرگم یه سیگنال کوچیکی سواره. حالا سیگنال کوچیک اینجا خیلی کوچکتر از سیگنال بزرگش نیست برای ورودی، ولی برای خروجی سیگنال کوچیکش خیلی از سیگنال بزرگش کوچیکتره. برای همین خیلی وقتا این ولتاژ اینجا رو ویزی میگیره. خیلی به این ترتیب ولتاژ اینجا رو ثابت گرفتیم به این معنی، ولی ولتاژ اینجا داره عوض میشه. اگه بیشترین جریان که از زنر دیود بگذره بخوام حساب کنم، به ازای کمترین جریان باره و به ازای بیشترین ولتاژ ورودی. قبول؟ فرض کنید RL مینیمم بستم بشه، میخوام به دست بیارم که کمترین باری که میتونه اینجا درایف کنه چقدر. اگر این کمترین بار باشه یعنی این بیشترین چیه؟ جریانه. این کمترین جریان باید از این آیمین بزرگتر باشه. بدترین وضعیت برای کمترین جریان اینه که ولتاژ ورودیم چقدر باشه؟ کمترین ولتاژ باشه. قبول دارین؟ یعنی به ازای این پیک منفی کمترین ولتاژ ورودی میرم حساب میکنم که این جریانه بزرگتر از این مینیمم جریان باشه. دوباره میتونم اینجا یک KCL بنویسم و اگه KCL بنویسیم به این ترتیب میشه که به ازای کمترین ولتاژ ورودی منهای ویزی تقسیم بار که این جریان هست، منهای جریانی که بار میکشه RL تقسیم بار RL، این بیشترین جریانی که میتونه بار بکشه، این کمترین جریانی که میتونه منبع بده، اختلاف اینا باید از کمترین جریان زنر هم بزرگتر بشه. این دوتا شرط تعیین میکنن که حالا مثلا از این میتونم R رو به دست بیارم. اگر ولتاژ رگوله نشدم و مثلا مشخصاتش رو داشته باشم، ویزی دیود زنر هم داشته باشم، مشخصات دیود زنر هم داشته باشم، آی مینو اکس مکس داشته باشم، میتونم برم آری رو حساب کنم که به ازای بیباری نسوزه. و بعد میتونم حساب کنم که این باری که وصل میکنم حالا تا چه حدی میتونه کم بشه از اینجا. قبول؟ حالا اون سوالی که اول اینو باید اول میگفتم بعد الان میگم، معمولا منابع تغذیه یه همچین ساختاری دارن. یه بار متغیر داریم. مشکل منبع تغذیه اینه که بارمون متغیره. اگه بار ثابت بود شاید روش ساده تری هم بود، ولی به ازای باری که تغییر میکنه من میخوام ولتاژ این دو سر مثلا 3 ولت ثابت باشه. فرض کن اگر بخوام مثلا از یک ولتاژ متغیر مثلا برق شر یک ولتاژ 3 ولت ثابت بسازم، احتمالاً این ولتاژ عدد خیلی بزرگیه. اول یه ترانس ردش میکنم، دامنه سیگنالمو کم میکنم، مثلا از یک دامنه 300 خورده ای ولت یه دامنه 10 ولت 30 ولت میسازم، 20 ولت یه چیزی، و بعد از یه مدار یک سوساز ردش میکنیم. این مدار یک سوساز رو دیدیم چجوریه، مثلا یک دیود یک سوساز نیم موج بود، اگه یک دیود بود با دو تا دیود مثلا با ترانس سر وسط میتونم یک سوساز تمام موج هم بسازم. یه ترانس داشته باشم این شکلی، یه دیود بذارم اینجا، این دیدیم مثلا ولتاژ اینجا اگه سینوسی این شکلی باشه، ولتاژ اینجا یک سینوسی نیم موج این بر حالا مدار یک سوساز، همینو میتونم اینجوری بسازم، یه سر وسط بذارم اینجا این ترانس، یه دونه برعکس اینو بسازم، یه دونه خود اینو بسازم، و هر دفعه تو نیم سیکل مثبت این جریان میده، تو نیم سیکل منفی این جریان بهم میده، و به این ترتیب من یه سینوسی بذارم اینجا، ولتاژی که اینجا بهم میده یک سینوسی تمام موج. حالا احتمالاً انرژی که این بهم میده دو برابر اینه، یا متوسطی که این بهم میده، متوسط جریانی که این بهم میده تو همون دامنه ولتاژ دو برابر متوسط اینه، شاید بعضی جاها بهتر. به هر حال یک مدار یک سوساز میسازیم، یک سوساز حتماً توش دیود داره، یعنی
یک سوسازی بدون یک المان غیر خطی نمیتونم بسازم، چون این رفتار غیر خطیه. و بعد این مداره داره هی ولتاژش کم و زیاد میشه، میخوام تغییرات سریع ولتاژ رو از بین ببرم، برای همین یک دیود یک خازن میذارم. خازنه کارش اینه که این تغییرات سریع رو به تغییرات کند تبدیل میکنه. حالا خازنه خودش ایدئال نیست، مقاومت بار و اینا هم هست، هر دفعه داره ولتاژ دو سره خازن هم کم میشه. من با اضافه کردن خازن که حالا کارش گفتم، با این فرق کاری که خازن میکنه با کاری که دیود زره میکنه اینه، من از یک ولتاژ یک سو شده یک ولتاژ تقریبا ثابت میسازم، نه ثابت. ولی این بنابراین که رابطه جریان ولتاژش رابطه مشتق و انتگرالی هست، این کار میکنه، یعنی تغییرات سریع ولتاژ رو حذف میکنه برام. یعنی چی کار میکنه؟ خازن اجازه نمیده ولتاژ دو سرش سریع تغییر کنه، بلکه اگه بخوادی همچین اتفاق بیفته جریان بزرگی لازم داره و تغییرات سریع رو حذف میکنه، به این معنی فیلتر میکنه ورودی. مگه ورودی داشته باشم با تغییرات سریع؟ تغییرات سریعشو حذف میکنه، فقط تغییرات کند رو حفظ میکنه. و حالا یک ولتاژی دارم با تغییرات کند، اگر این ولتاژ با تغییرات کند رو بخوام تبدیل کنم به یک ولتاژ ثابت، میتونم دوباره از زنر دیود استفاده کنم. یعنی اگه یه زنر دیود جا بذارم، تقریبا این ولتاژ با تغییرات کند رو هم میتونم تبدیل کنم به یک ولتاژ تقریبا ثابت. حالا این ساختار کلی تمام تقریبا منابع تغذیه است. بفهم. تغییرات سیگنال کوچیک چی رو؟ اینجا سیگنال کوچیک داشتم دیگه. اینجا داره تغییر میکنه دیگه. اگه ورودی تغییر نمیکرد، این وی مکس که میذاشتم با اینجا با وی مینی که اینجا میذاشتم یکی نیست. من فعلا تو شرط ها اینو به دست آوردم، شبیه سیگنال بزرگ تحلیلش کردم. ولی وقتی که داره تغییر میکنه، تا وقتی که روی این خط هستم، میتونم آنالیز سیگنال کوچیک بکنم، همین چیزی که اینجا دیدم. یعنی تغییرات سیگنال کوچیک ولتاژ ورودی خروجی رو توسط یک رابطه خطی به هم ربط بده. سیگنال کوچیک مدار همیشه خطیه، هر مدار غیر خطی رو میتونم تغییر به سیگنال کوچیک خطی براش بذارم. این قضیه کلی تره از این زنر دیود. یعنی که اگه این سر مثبت باشه، کدوم سر نسبت به این مثبته؟ شما یه ترانس داری، مثلا ولتاژ اینجا نسبت به اینجا داره اینجوری عوض میشه، ولتاژ اینجا نسبت به اینجا یا داره اینجوری عوض میشه یا داره اینجوری عوض میشه. میتونم اینو نسبت به این حساب کنم، اینو نسبت به این. سره اینه که اگر اینو به ولتاژ مثبت بگیری، اینم ولتاژ مثبت، این هم فازه، این دوتا میتونستم این ور بذارم، وقت یعنی این با این هم فازه. یعنی اگه این سر رو نسبت به این سر بگیرم، یه اختلاف فاز 180 درجه، چون این دوتا مرجعشون از هم جداست، بعد نسبت ولتاژ این ور به این ور رو یه جوری مشخص کنم. چی؟ ثابت نیست، داره کم و زیاد میشه. الا میگم تو اسلاید بعدی میگم یه همچین مداری. حالا این که ترانسمونه، حالا فرض کنید سر وسط گذاشتم، تمام موج یک سوش میکنم و بعد یک بار دارم و یک خازن. حالا بخوام رفتار این که شبیه فیلتر عمل میکنه ببینم. اگه خازن نبود چی میشد؟ یک بار دیدیم یک سوساز بود دیگه، حالا یک سوساز اون نیم موج. اگه خازن نبود، یعنی اگر خازنی وجود نمیداشت، من اگه ورودی سینوسی میدادم، اگه ورودی مثلا ترانس هم یه همین چیزی بود، فرض کنیم فعلا اسکیلش هم کردم به همون اندازه که فرض کنیم ترانس اصلا یک به یک میگیرم، برای که نقاشی نخوام دوباره بکشم، اگه یک به n بود، به یک نسبت n عوض میشه. و اگه ترانس یک به یک بود، به ازای خازن صفر، خازن ندارم، این شکلی میشد ولتاژ خروجیم. حالا دیو دارم ایدئال میگیرم، یه گاما نداره. اگه اینجوری بود این شکلی میشد خروج. اوله توی نیم سیک دیود یک روشن بود، توی نیم سیک دیود دو روشن بود. قبول؟
من در واقع ولتاژ اونایی که این ولتاژ اینجا هم فاز با این ولتاژ این یه اختلاف فاز 180 درجه داره، یعنی ولتاژ اون سر دیود دو برعکس اینه، این قرمز است. بعد اون جاهایی که این بزرگتر از اینه دیود یک روشن میشه و اون جاهایی که این یکی بزرگتر از اونه دیود دو روشن میشه. به این ترتیب ولتاژ سر وی او این شکلی میشه. مشکیه که کشیدم وی او. حالا با این مشکلی هست؟ اینو باید قبول کنی که بعد برم خازن بذارم اینجا. حالا اگر خازن بی نهایت بزرگ میذاشتم چی میشد؟ اگه خازن بی نهایت بزرگ میذاشتم مثل که مقاومت نبود، دوباره مدار برمیگشت مدار پیک دیتکتور میشد. قبول دارین؟ اینم باز دوباره دیده بودیم مداری که خازن هست مقاومت نیست. وقتی خازن بسن بی نهایت میل میکنه مثل اینه که دوباره خازنه هر چیزی که هست تأثیر خازنه خیلی از مقاومت بیشتره. مدار پیک دیتکتور میساختم، یعنی اگه به ازای خازن بی نهایت میخواستم همین نقاشی رو بکشم این شکلی میشه، ثابت میموند و دیگه خازنه هیچ وقت ولتاژش از دست نمیداد. یه بار خیلی زیادی تو خازن جمع شده بود و این بار خیلی زیاد همیشه ثابت میموند. حالا فرض کنید بین صفر و بی نهایت باشم چه اتفاقی میفته؟ آره اگر خازن بی نهایت بود تو این نیم سیک، فقط تو این ربع سیک دیود یک روشن میشد و بعد تا ابد همه دیودها چی بودن؟ خاموش بودن. ولتاژ دو سر مقاومت هم چقدر بود؟ اینقدر بود، یه وی بود. وقتی ولتاژ دو سر مقاومت دارم یعنی مقاومت داره چی میگذرونه؟ جریان میگذره. این جریان رو کی میده؟ دیود که نمیده، دیودها که فرض کردم خاموشه، کی میده؟ خازن میده. خازنه رو چون بی‌نهایت بزرگ گرفتم میتونه تا زمان بی‌نهایت جریان بده چون بی‌نهایت بار توش جمع شده، ولی در واقع که اینجوری نیست. در واقع چه اتفاق میفته؟ وقتی اینجا تو این بازه مقاومت هم داره جریان میکشه، جریان رو کی میده؟ خازن میده. وقتی خازن میده از بار دو سر خازن چی میشه؟ کم میشه. پس ولتاژ دو سر خازن چی میشه؟ کم میشه. ولتاژ دو سر خازن حال بذار یه خازن واقعی بکشم، یک سی بین بی‌نهایت و صفر. اگه خازن بین بی‌نهایت و صفر بود تمام اینجاها که حالا شروع میکرد مقاومت بار کشیدن جریان کشیدن ولتاژ دو سر خازن افت میکرد، یک جایی دوباره دیوده شروع میکرد روشن شدن و این دفعه دیگه خازنه جریان بار رو نمیداد، دیوده میداد. دیوده هم خازن رو شارژ میکرد هم دوباره جریان بار میداد، دوباره تا یک جایی که خاموش میشد. اینجا دوباره خاموش میشد، تمام این بازه دیودها خاموشن. یه بازه کوتاهی هست که دیود روشن میشه و جریان اون همون قدر که بار از خازن دشارژ شده همون قدر دوباره شارژ میشه. دوباره خازن بارش از دست میده به مقاومت، دوباره همون قدر که از دست داده رو دوباره از طریق منبع ورودی و دیود میگیره. همین این عمل هی تکرار میشه. یعنی یک نیم سیکل رو بدونم این هی تکرار میشه. حالا هر چقدر خازن به صفر نزدیکتر باشه رفتارش شبیه‌تر به این میشه، این سریع‌تر بار از دست میده برمیگرده. هرچند خازن به بی‌نهایت نزدیک‌تر باشه این دوتا حد صفر و بی‌نهایت چه میدونم این بینش هم میدونم 5. تا وقتی یه خورده از اون پیک میفته یکی از دیود روشن میشه. چی؟ وقتی یه خورده از روشن میشه که ولتاژ ورودی بخواد بزرگتر از ولتاژ سر خازن بشه. ولتاژ اینجا اگه بخواد بزرگتر از اینجا بشه دیود روشن میشه. تو اینجا الان ولتاژ سر خازنم به مراتب از ولتاژ ورودی بزرگتره. مثلا ولتاژ اینجا مثلا چه می‌دونم اینجا 10 ولت بوده اینجا 9 ولته، ولتاژ ورودی مثلا 1 ولت. تو این لحظه اگه بگم ولتاژ دو سر دیود چیه، ولتاژ دو سر دیود انقدر منفیه. قبول داری؟ این ولتاژ سر مثبتشه، این ولتاژ سر منفیشه. ولتاژ سر منفیش بالاتر از ولتاژ سر مثبت. ولی تا بخواد این عکس این اتفاق بیفته، یعنی اگه این خط رو ادامه میدادم حالا ولتاژ سر دیود مثبت میشد که نمیشد بشه شروع میکرد روشن شدن. حالا اگه بگم جریان دیود رو رصد کنین جریان دیود چه شکلیه؟ تو همین نقاشی که اینجا کشیدم میخوام جریان دیود رو رصد کنم. جای
جریان دیودم میشه چی؟ اگه خازن خیلی بزرگ باشه میشه جریان مقاومت یا جریان خازن. اگر چی؟ جریان خازن میشه سی دی وی به دی تی، درست؟ اگه خازن خیلی بزرگ باشه احتمالاً فقط میشه جریان خازن، چون سی حالت حدیش اینه که سی خیلی بزرگ باشه، یک جریان خیلی بزرگ باشه. جریان دیود به ازای خازن‌های بزرگ، جریان دیود تقریباً با جریان خازن برابر، قبول دارین؟ میشه سی دی وی به دی تی. فعلا فرض کنین اینو به ازای خازن‌های بزرگ دارم میکشم، به ازای خازن‌های بزرگ. اگه از این رابطه خروجی مشتق بگیرم، مشتق ولتاژ خروجی رو ضرب در سی کنم میشه جریان دیود. مشتق بگیرم از این چه شکلی میشه؟ این یک سینوسی، مشتق بگیرم مثلا میشه کوسینوس، تا اینجا این شکلی مثلا یک جریان خیلی بزرگی میاد اینجا سر میشه. و بعد اینجاها که دوباره دیود خاموشه، این فقط به ازای وقتایی که دیود روشن بود، اینجا که دیود خاموشه جریان صفر دوباره. یک جایی شروع می‌کنه دیود روشن شدن تو این بازه، اینجا که دیود روشن میشه دوباره میشه مشتق. مشتق این چه شکلیه؟ یه سهمی از این کوسینوس دوباره این شکلیه مثلا، تو این تیکه دوباره میشه اینجوری. خیلی جریانه دیود میشه جریان خازن به اضافه جریان مقاومت. کیسیری که اونجا نشه جریان دیود میشه جریان، فرق کن توی نیم سیکل اون پایینی خاموشه بالایی رو فقط میکنه. جریان دیود یک مثلا توی نیم سیکل مثبت هستن، نیم سیکل مثبت، جریان دیود یک میشه جریان خازن به اضافه جریان مقاومت. و اگر سی خیلی بزرگ باشه احتمالاً سی دی وی به دی تی خیلی از این وی او به آر بزرگتره. چون ولتاژ هم یه ولتاژ سینوسیه، خب وقتی از یک سینوسی مشتق میگیرم دوباره سینوسی یا کوسینوسیه، یعنی دامنه، اگه این ولتاژ سینوسی بذارم اینجا، دامنه این ولتاژ و دامنه مشتقش با هم برابر. اگر این دوتا دامنه ها مساوی باشن فقط ذرایب تعیین میکنن که کدوم بزرگتره. یعنی اگه یک آرام خیلی کوچکتر از سی باشه اتفاق میفته. حالا در واقع خیلی کوچیک‌تر از امگا سی باشه، ولی فعلا حالا چون مشتق می‌گیریم یه امگا هم میاد. خازن بی‌نهایت‌تر یک مدار اینجوری دیدیم، یک مدار این شکلی دیدیم، یک مدار این شکلی دیدیم که هیچ مقاومتی نداشت، یک خازن بود و یک دیود. اینو پذیرفتیم که پیک دیتکتوره، قبول داریم؟ یعنی فقط جریان اینوری می‌گذرون و فقط ولتاژ این می‌تونه اجازه داشت بزرگ بشه، هیچ وقت کوچیک نمی‌شه. پیک دیتکتور ساخت. یعنی حالت حدیشو میدونم پیک دیتکتوره. حالت حدی اونوریش که این ما هیچ خازنی نباشه مقاومت باشه، باز میدونم که یک سو سازه. یعنی مدارمو یک سو میکنه. بینش یه چیز بین ایناست. خب. حالا یه لحظه. چرا نمیریم خازن خیلی بزرگ بذاریم؟ مثلا توی این رگولاتور ولتاژ. بعد اگه خازن خیلی بزرگ بذارم چی میشه؟ تقریبا ولتاژ ثابت میشه دیگه. سوال که ایشون پرسید. یعنی به ازای خازن بی‌نهایت من رگولاتور لازم ندارم دیگه، قبول داری؟ اگر خازن بی‌نهایت می‌ذاشتم ولتاژ ثابت می‌شد، چرا نمی‌ریم خازن بی‌نهایت بذاریم؟ اولا نداریم. دوما اگر خازن بی‌نهایت بزرگی می‌ذاشتم چه اتفاق می‌افتاد؟ جریان بی‌نهایت بزرگی هم از دیود می‌گذشت. وقت بعد یک دیودی می‌خریدم که جریان بی‌نهایت بزرگی تحمل کنه. حتی اگه خازن بزرگم خیلی بزرگ تو بازار بود، دیودی که بعد جریان بی‌نهایت بزرگ تحمل کنه نداریم. یعنی یه ترید آف بین دیودی که می‌خریم و خازنی که می‌ذاریم. یعنی شما هر چقدر خازنتون رو بزرگتر بذاریم، باید بین یه دیود گرون‌تری بخرید. آخرش باید یه منبع تغذیه بسازیم، مثلا 2000 تومان بفروشیم. 2000 تومان دیگه اینا که همینجوری. چی؟ 2 تومان دیگه. اینا که چینیایی که 10 تا سر داره به همه چی میخوره فکر کنم 10 تومانه. حالا اینا که یک سر فقط داره میگم 2 تومن هم گیر میاد. خیلی خوب.
حالا این خیلی موضوع درس هم نبود، ولی فقط چون که ربط این سه تا چیز رو به هم دیگه ببینید، یعنی ولتاژ رگولاتور کجا استفاده میشه و بعد این مدار پیک دیتکتور و این مدار یک سو کننده، تمام اینا همزمان توی یک منبع تغذیه استفاده میشه تقریبا. حالا این نقاشی که اینجا کشیدم همین رو اینجوری گفتم که شما هر چقدر خازنتون رو بزرگتر کنی و وقت پیک جریانی که دیود میگذرونه بزرگتر میشه، بعد برین دیود گرونتری بخرید. یه مثال عددی هم زدم، این دقیقاً دیتا شیت یک زنر دیود 10 ولتیه. اگه یه حسی داشته باشین نسبت به جریان، آی اس دیود هم 10 میکروآمپر بوده. چی؟ اینا الان اضافه کردم توی این پرینتایی که پی دی اف نیست. ولی اینو توی آزمایشگاه احتمالاً بعد برین دیتا شیت یک زنر دیود رو بردارین، اینا رو می‌بینین. یعنی این قسمتی از آزمایشگاهتون می‌بینین. با این نقاشی که اینجا کشیدم آی اس دیودم بوده 10 میکروآمپر، ولی زنر دیود رو اینجا استفاده نمی‌کنیم. زنر دیود رو اینجا استفاده می‌کنیم. مقاومت دینامیکی زنر دیودم 10 اوهمه. عدد خوبیه. ده هم عدد نسبتاً کمیه. یعنی اگه مقاومت 1K میذاشتم این و مقاومت دینامیکی دیودم 10 اوم بود، ریپل ولتاژ هم چقدر کم میکردم؟ 0.01 کم میکردم. درست؟ با همون مدار قبلی با این مقاومت 10 اوم، اگه مقاومت سری گذاشته بودم 1K بود که عدد معقولیه، من 0.01 ریپل ولتاژ هم کم میکردم. به این معنی. کمترین جریانی که ازش بگذرونم تا تو این ناحیه قرار بگیرم 25 میلی آمپره. اگه مطمئنشم تو این ناحیه خطی هستم و بیشتر از 32 میلی آمپر هم احتمالاً میسوزه. و اگر تو این ناحیه باشم، تو این شرایط باشم، کجا رفتم؟ اگه تو این شرایط باشم، حالا زنر دیودم رو میتونم با یک منبع ولتاژ 10 ولتی و یک آرزی مدل کنم. حالا نکاتی که هست، من زنر دیودهای مختلف ضرایب دمایی مختلفی دارم. به این معنی که شما فرض کنید تو دمای اتاق این زنر دیودتون دقیقاً 10 ولته، بعد دماتون کم و زیاد میشه. وقتی دماتون کم و زیاد میشه، تقریباً تو همه نیمه هادی ها همه اتفاقاتی که توشون میافتن تابع دما، یعنی شدیداً تابع دما. حالا میتونستم برم زنر دیودی بخرم که مثلا معمولاً زنر دیودهای با ولتاژ مثبت ضرایب دمایی تغییرات وی زی شون بر اساس دما عدد مثبتیه، اونایی که کوچکترن منفیه. مثلا زنر دیود 3.6 ولتی مثلا اینقدر دما که عوض میشه به ازای هر درجه فارنهایت یا سلسیوس دما که عوض میشه، ولتاژ دو سر وی زیم هم یه مقداری عوض میشه. این منحنی ضریب تغییرات ولتاژ زنر هم نسبت به ولتاژ زنر مرجع به درصد تقسیم به تغییرات دما. و حالا مثلا درجه درصد پر درجه سلسیوسه. وقتی من میگم 0.072 یعنی 72 هزارم درصد ولتاژ دو سرش با تغییر دما عوض میشه. حالا به این دلیل زنر دیودهای مثلا دوروبر یکم از 6 ولت کمتر تغییرات دماییشون از لحاظ تغییرات دمایی بهترین زنر دیودان. مثلا زنر دیود 5 خورده ای ولت انتظار دارم تغییرات دماییش یه چیزی نزدیک 0 باشه. به جز این مقاومت دینامیکی هم عدد مهمیه. یعنی این شیب این خطه خودش مهم بود. تغییر میکرد، تعیین میکرد. این تعیین میکنه که چقدر تابع دمام، این تغییر تعیین میکنه چقدر ریپل ولتاژ ورودی و خروجی رو میتونم به هم ربط بدم. دوباره مقاومت دینامیکی میبینید که هر چقدر ولتاژ زنر دیود رو کوچکتر بگیرم، ولتاژ دینامیکی، مقاومت دینامیکی بزرگتر، کوچکتری میتونه ببخشید. این الان رابطه خطی نیست. یعنی مثلا به ازای یک آیزی ثابت 3.6 ولتی یک مقاومت 50 اوهمی داشته، 24 ولتی یک مقاومت کمتر داشته، 6.7 اوهمی از همه کمتر بود. حدودا زنر دیودهای دوروبر 5 تا 6 ولت هم آرزی کمتری دارن از بقیه، هم تغییرات دمایی کمتری دارن. برمی خیلی وقتا تو مدارا میبینین که زنری که استفاده میکنن زنر حدود همینقدر بین 5 تا 6 ولت. این آی اس دیودم بود. برای دیودم خودش دیود بوده. از اول که دیود بوده. خب این آی اس جریان اشباع معکوس دیودم.
ولی اگه ولتاژ خیلی زیاد کنم وقت شروع میکنه شکستن. چی؟ اینم از اینجا تا وی آر هنوز اون رابطه رو میتونم برایش استفاده کنم. از اینجا دیگه شروع میکنه شکستن. ولی بین اینجا و اینجا هنوز فاصله است. تا این شروع کنه یه خط صاف بشه فاصله. این ولتاژ شکسته، این ولتاژ زنرشه میخوام چی بگم. بله. حالا همون مثالی که زدم و یه مثال عددی هم میزنم، این مثال عددیه رو حالا بریم. من فعلا خازن رو بی نهایت بزرگ گرفتم. همه جریانه گفتم جریان خازن. خب هر لحظه اگه جریان و مقاومتم بکشم، همین ولتاژ تقسیم به مقاومت میشه جریان مقاومت. یعنی جریان مقاومتم بخوام این فرض کن جریان دیوده که با جریان خازن برابر بگیره. اگه میگفتی جریان مقاومت چیه، جریان مقاومت این شکلی میشه. به ازای خط قرمز دارم میکشم. این شکلی میشد بعد ثابت. حالا چون این خیلی کوچکتر از اون بوده صرف نظر. اگه نبود صرف نظر نمی‌کرد. جریان مقاومت همیشه میشه وی او تقسیم به آر. رابطه خطی داره با وی او. من وی او هم دارم، جریان مقاومت دارم. میتونم زوم کنم دقیق‌تر بکشم. اینجا اولش سینوسیه بعد ثابت میشه. یعنی مثلا 1000 برابر آی آر اگه بخوام بکشم این شکلی میشه. قبول؟ این باید این شکلی میزن تا اینجا میکشتن. نه، سی بی نهایت باشه رو معادل این گرفتم که مقاومتی وجود نداشته باشه. این دوتا هم ارزن. ولی اینجوری هم میتونم توجیش کنم که چرا با این که مقاومت داره جریان میگذرونه ولی ولتاژ دو سر خازن عوض نمیشه؟ چرا؟ چی؟ چون منبع بی‌نهایت باره. یک خازنی که بی‌نهایت بزرگه، منبع بی‌نهایت باره و میتونه تا ابد بهم جریان بده و ولتاژ دو سرش افت نکنه. درست؟ خیلی حالا بزنین با همین عددهایی که از دیتا شیت اون یکی زنر دیود 10 ولتی مسئله قبل برداشتیم، اون عدد مسئله که پارامتری دو تا اسلاید قبل نوشتم اینجا عددی بنویسم. فرض کنید ولتاژ ورودیم ولتاژ 20 ولته، 4 ولت پیک تو پیک ریپل داره. این اسمایی که میگیم اینجوریه. پیک تو پیکش 4 ولت ریپل داره. به این معنی که مثلا 20 میشه بعضی وقتا 22 بعضی وقتا میشه 18. پیک تو پیک ریپلش 4 ولت. از پیک تا پیک. هر شکلی هم میتونه داشته باشه دیگه، برام مهم نیست. مثلا میتونه سینوسی بره 22 بیاد 18، میتونه این شکلی عوض بشه. فعلا ریپل داره. فقط برام چیزی که مهمه این میتونه تا 22 بره تا 18 هم بیاد پایین. این ولتاژ ورودیمه، شکل ولتاژ. حالا این چیزی که کشیدم اینجوری کشیدم چون میدونم که احتمالاً این از یک ترانس و فیلتری اومده این شکلیه. یعنی حدس میزنم این شکلی. شکلش فعلا برام مهمه. این ورودیه یه همچین مداریه، یه رگولاتوره که من میخوام با تغییرات بار ولتاژ اینجا رو فیکس نگه دارم. ولتاژ اینجا رو میخوام 10 ولت فیکس نگه دارم، برای همین رفتم یک زنر دیود 10 ولتی خریدم. این 10 ولتش از اینجا اومده. تغذیه 10 ولت میخواستیم بسازیم. خب حالا میخوام به ازای بیباری زنر دیودم نسوزه. یعنی وقتی که این بیشترین ولتاژ میشه، که این بیشترین جریان میشه، که بعد اینم بیشترین جریان بشه که هیچ جریانی از اینجا نمیگذره، به ازای 22 نشستم حساب کردم. به ازای 22 میخوام این آیزی مکس هم از این جریانی که از زنر دیود میگذره بزرگتر باشه، یه جریانی که از زنر دیود میگذره کوچکتر از آیزی مکس باشه به باید دیگه. برای همین باید یه آری بذارم اینجا، این تعیین میکنه که چه آری باید بذارم اینجا. یه آری بذارم اینجا که از مثلا 375 اون بزرگتر باشه. تو سری استاندارد مقاومتایی که جوابایی که تو آزمایشگاه دارین 390 اوم دارین. یه چیزی تو آزمایشگاه وقتی حساب میکنین یه مقاومتی مثلا 400 اوهمه، 400 اوهم نداریم. بعد نرین 400 اوهمو از سری یک 390 با یک 10 اوهم بسازیم. بی‌معنیه. یعنی اگر حساب کتاب کردیم یه چیزی 400 اوهم بود، این مقاومت‌هایی که توی آزمایشگاه هست 10% خطا داره. 5% خطا داره. باز نرین اینقدر مقاومت بذارین که دقیقاً یک 390 رو با یک دقیقاً 10 جمع کنیم. اصلا قرار طراحی با همون 10% خطا انجام بشه.
یعنی توی طراحیتون باید 10% خطا رو دیده باشه. یعنی مقاومتی که اینجا میذارین چون 10% خطا داره. من نرفتم مثلا فرض کنید من 370 اوهمم میداشتم، فرض کنید توی سری استاندارد، یا 372 اوهمم میداشتم. اگه 372 میذاشتم و خودش 10% خطا داشت، اون 370 میتونست یک جایی 360 بشه و میسوخت مثلا. درست؟ میرم مقاومت رو میذارم که با در نظر گرفتن 10% تلورانس مقاومتم هنوز مدارم نسوزه. در همین رفتم یک مقاومت بزرگتر از این به اندازه کافی بزرگتر بشم. حالا 370 390 او با 10% خطایی هم که داره به 370 احتمالا نمیرسه. 370 حالا در هر عددی مقاومت 5% بکنید. نه، میرم تو سری استاندارد بزرگترین مقاومت بعد از این رو برمیدارم. اگر این نزدیک بود به یک مقاومت یکم کوچکتر از اون، من میگم کوچکتر رو برنمی‌داشت. چون فاصله اینا استاندارده، یعنی وقتی مقاومت 5% فاصله هاشون هم یک جوریه که این رنجر رو میپوشونه. خیلی خب، دومین سوال اینه که این فعلا مقاومت اینجا تعیین شد با دونستن اینا. حالا این مقاومت که دونستم، این زنرم که 10 ولته، حالا این باری که اینجا هست تا چقدر میتونه کم بشه؟ تا کجا کم بشه؟ هنوز ولتاژ اینجا ثابته، اینم دوباره میتونم حساب کنم. به ازای باید اینقدر بار کم بشه، یا اینقدر بار میتونه کم بشه که جریان برسه به 0.25 میلی آمپر. جریان زنر دیودم، جریان زنر دیودم 0.25 میلی آمپر. اینم که 390 تکلیفش مشخص شد. ولتاژ ورودی رو چقدر بذارم؟ کمترین مقدار ممکن چقدره؟ 18 ولت. به ازای 18 ولت و این جریان اینم که دارم، جریان اینم دارم، زنر مشخص 10 ولت، 8 ولت دو سر این میفته، جریان این به دست میاد، اینو از 0.25 کم میکنم، جریان این به دست میاد. و کمترین مقاومتی که میتونم بذارم اینجا مثلا 400 خورده اوهمه. زیر این دیگه رگولاتورم درست کار نمیکنه. یعنی دیگه ولتاژ اینجا اگر کمتر کنم ولتاژ اینجا چی میشه؟ شدیداً از 10 ولت افت میکنه. میام روی این خط میام. شدیداً ولتاژ دو سر زنر دیودم افت. تغییرات ولتاژ خروجی رو بخوام نسبت بدم تغییرات ورودی چی میشه؟ به جای زنر دیودم مقاومت چقدر میذارم؟ 10 اوم میذارم. تغییرات ولتاژ خروجی ورودی که 4 ولت پیک تو پیک بود ترجمه میشه به 0.2 ولت پیک تو پیک، یا دامنش تبدیل میشه به 0.1 دهم. من اگه بپرسم ولتاژ خروجیم چیه، حالا مثل این جعبه های چیپس که می نویسن مثلا 25 گرم به اضافه منهای 100 گرم، اینم 10 ولت به اضافه منهای 500 ولت پیک تو پیکش. بخشن این ریپل پیک تو پیک بود، حساب کرد پیک تو پیکش 0.1 ولت بود، یعنی 500 ولتاژش کم و زیاد. من با تقریبا خوب یک ولتاژ 10 ولت خیلی خوب ساختم. اگر که مدارتون رو بهش بار کمتر از این نزنین، این اینجوری. من یک ولتاژی که 4 ولت کم و زیاد می‌شد رو تبدیل کردم به یک ولتاژی که 50 میلی ولت کم و زیاد می‌شه. خیلی خوب. ما جلسه بعد تقویت کننده شروع میکنیم، یعنی ترانزیستور درس میدم حالا به عنوان تقویت کننده. این بحث چون تموم شد همینجا تموم شد. یه تمرین دیگه احتمالاً دارید، همین تمرین 4 که گذاشتم از المان‌های غیر خطی، و بعد یک نوع دیگه از المان‌های غیر خطی می